میگم تو خانواده یه کسی فوت میکنه، بعد میخوام برم به عمه خانم یا خاله خانم یه کسی بگن خیلی همون حساسه، بنابراین میگن فلانی باید بیاد، حسین آقا باید بیاد، حسن بیاد، فلانی که تو فامیل اون بلده بگه. اون میاد میره یه جوری میگه به اون عمه خانم یا مادر بزرگه که اون قش نمیکنه. اون هنرمنده، اون کسی که بلده یه حرف رو یه جوری بزنه که کسی قش نکنه، عصبانی نشه، خودشو نزنه. بنابراین خیلی از موقع ها مشکل ما این که بلد نیستیم. تلویزیون یه سری منابع داره، منابع تصویری، صوتی، فرهنگی داره که اینا سرمایه هاش هم تک تک داره. مثل خود آقای عادل فردوسی پور، خب این یه چیز غریبی بود از دستش دادیم. بله. البته از دستش کلا ندادیم در کشور، ولی حیف. آخه چرا تلویزیون میتونست با یه ذره صدر مشکل رو حل بکنه، انجام بشه، یا دوستان دیگه ای که رفتن مثل همونش که شما گفتید خبر رو میخوان بدن، میتونستن یک واسطه ای بدا بکنن، آروم بشه، آره. هر دو طرف ماجرا رو آروم بکنه، کار دا بدا بکنه، میشه مدیر فرهنگی. بله. مدیر فرهنگی فقط همینه، یه نفریه که بلده با هنرمند و با مثلا چیز چجوری صحبت بکنه. متاسفانه اون از دست رفت، یه مدیران سیاسی اومدن یا حالا چه اید که این گفتمان نتونست اتفاق بیفته. تلویزیون منابعی که داره، که توسط مردم درست شده، توسط هنرمنداش درست شده، اینا رو باید نگه داره، با یعنی سرمایه شه. هرچقدر اونا بخوان ناز بکنن ایرادی نداره، سرمایه هست، مال یه دوره تاریخیه. همینطوره. حالا به قول شما این شخصیت ها یا شخصیت های دیگه زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. چرا خط دستشون بدیم؟ اصلا یک مدل هایی از تولید رو تجربه کردیم در دهه 60. بله. در حوزه کودک و نوجوان. بله. ها نظرمه این مدل بدبختی بود، مدل دیگه نداشت، مدل بدبختی بود.